فرقه بابی جنجالی ترین فرقه معاصر. سلام دوستان، به چنل خودتون سینا پادکست خیلی خوش اومدید. خوشحالم که باز با یک ویدیو دیگه در خدمتتونم. فرقه ها و مذاهب همواره یکی از جذاب ترین و شنیدنی ترین موضوعات برای تمام علاقمندان به تاریخ بوده و باید اعتراف کنی مذهب شیعه به مراتب بیش از سایر مکاتب اسلامی فرقه خیزه. این روند فرقه سازی صرفاً منحصر به دوران قدیم نبوده و زمان معاصر هم فرقه ها و مکاتب گوناگونی پا به عرصه وجود گذاشتند که یکی از معروفترین اونها فرقه بابیه یا بابیگری بوده. ما قراره در این ویدیو به صورت مفصل به سراغ همین فرقه بریم، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و برای حمایت از چنل خودتون لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. فرقه بابیه یا آیین بابی فرقه مذهبی بود که در نیمه دوم سده 13 هجری به دست سید علی محمد شیرازی از شاگردان سید کاظم رشتی رهبر شیخیه در ایران تأسیس شد. شیعیان این فرقه رو انحرافی و بیرون از دین اسلام می دونن. برای درک درستر و بهتر نسبت به روند شکلگیری فرقه شیخیه باید روایت داستان رو کمی به عقب ببریم. شیخ احمد احسایی مؤسس فرقه شیخیه که ما قبلا در یه پادکست به صورت مفصل به زندگی نامش پرداختیم بر 4 اصل توحید، نبوت، امامت و رکن رابع تأکید داشت. شیخیه معتقد بود که ائمه 12 گانه یعنی علی و 11 فرزندش مظاهر و صفات الهی هستند. به عقیده اونها امام 12 از نظرها غایبه که تا روز ظهور باید شخصی واسطه فیض بین امام و مردم باشه که به اون رکن رابع یا شیعه کامل گفته میشه. پس از درگذشت سید کاظم رشتی، شاگرد و جانشین شیخ احمد احسایی در سال 1259 هجری از اونجا که وی جانشینی برای خود مشخص نکرده بود، شاگرد وی علی محمد شیرازی مدعی شد که رکن رابع و باب امام زمانه. اما سید علی محمد باب که بود؟ سید علی محمد شیرازی معروف به نقطه اولا، سید امکان، حضرت ازل و باب در روز 1 محرم سال 1235 هجری از پدری به نام سید محمد رضا و مادری به نام فاطمه بیگم در شیراز متولد شد. به گفته عبدالحسین آیتی، باب تحصیلات اولیه را در شیراز نزد شیخ عابد معلم آغاز کرد. اشراق خاوری از مبلغان بهائیت مدعیه که شیخ عابد از پیروان شیخیه و شاگرد شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی بوده. در رابطه با اطلاعات زندگی علی محمد باب پیش از ادعای بابیت، اطلاعات زیادی در دست ما نیست جز آنکه وی پس از مدتی تحصیل به تجارت در بوشهر مشغول شد و سپس به کربلا رفت و در حلقه درس شاگردان سید کاظم رشتی حضور پیدا کرد. البته بابیان همواره منکر شاگردی باب نزد سید کاظمند و وی رو مانند پیامبر اسلام یک امی می دونند. به هر صورت پس از ادعای بابیت توسط علی محمد، گروهی از شیخیه به وی گرایش پیدا کردند. اما اندکی بعد در 1260 علی محمد ادعای بزرگتری کرد و اکنون خود رو قائم منتظر خوند. ظاهراً نخستین گروندگان به وی رو شیخیان متعصبی تشکیل می دادند که بنابر آموزه های شیخ احمد و سید کاظم منتظر ظهور امام بودند. کسانی مانند ملا حسین بشرویه‌ای که در مسجد کوفه در انتظار ظهور اعتکاف کرده بود، هنگامی که خبر به وی رسید نزد علی محمد باب رفت و ادعای وی رو پذیرفت. علی محمد هم ملا حسین رو باب خود خوند و وی رو برای دعوت به خراسان فرستاد.
وی به ملا حسین بشرویی گفت که مردم رو گرد خود جمع کنه و پس از مدتی با درفش های سیاه خروج کنه. خود علی محمد باب هم برای اینکه به مقتضای حدیثی که میگه امام زمان از مکه ظهور میکند و حامیانش از خراسان بیرون میآیند عمل کرده باشه به حجاز رفت، ولی در اونجا جرأت اعلان دعوت خود رو پیدا نکرد و مجدد به بوشهر بازگشت. بابیان معتقدند که وی در مکه اظهار امر کرد و به شریف مکه، شاه ایران و امپراتور عثمانی نامه نوشت و اونها رو به اطاعت خود فراخوند. ادعایی که هیچ سند معتبری براش در دست ما نیست. زمانی که علی محمد در مکه بود، در نتیجه فعالیت ملا حسین و دیگر گروندگان به وی کار اون بالا گرفت و از این رو هنگامی که علی محمد باب به ایران بازگشت بیدرنگ دستگیر شد و آلمان در شیراز مجلسی تشکیل داده تا وی رو امتحان کنند. در همین راستا اعتزاد السلطنه نوشته که باب در این مجلس صریحاً نوشته های خود رو وحی الهی و افسح از قرآن و دین خود رو ناسخ اسلام دونست، اما هنگامی که نتونست ادعاهای خود رو اثبات کنه وی رو فلک کردند و اون هم بر فراز منبر اعلان توبه کرد. مدتی بعد به سفارش و کوشش منوچهرخان معتمد و دوله گرجی والی اصفهان، باب وارد این شهر شد و چند ماهی رو به آسودگی سپری کرد تا اینکه والی درگذشت. پس از این آلمان شیعه اصفهان به دربار نامه نوشتند و خواهان تنبیه علی محمد شدند. حاجی میرزا آقاسی که خود منشی صوفیانه داشت و نمیخواست نسبت به باب سخت گیری کنه، دستور داد اون رو به ماکو تبعید کنند، اما به درخواست وزیر مختار روس یعنی دالگورکی که از بروز آشوب در قفقاز بیم داشت، علی محمد رو به قلعه چهریق در ارومیه بردند. در این زمان بر اثر کوشش بابیانی چون ملا محمد علی بارفروشی، ملا حسین بشرویه‌ای و سپس طاهره قرة العین کار علی محمد هم بالا گرفت. آنگاه علاوه بر کسانی چون ملا عبدالخالق یزدی، ملا علی اصغر مجتهد نیشابوری و ملا محمد تقی هراتی جمع قابل توجهی آماده شورش شدند. به دستور دولت باب رو به تبریز بردند و مجلسی از فقها و چند تن از عالمان شیخی تشکیل دادند و با وی گفتگو کردند. از گزارشی که ناصرالدین میرزای ولیعهد در این باره به محمد شاه نوشته پیداست که علی محمد به رغم تکرار ادعای خود از پاسخ فرو ماند و در آخر هم خود رو یک مسلمان و اهل ولایت ائمه معرفی کرد. در این دوران آشوب‌های پیروان باب و بیم دولت از گسترش اون سبب شد تا به دستور حکومت باب رو از چهریق به تبریز بردند و به همراه یکی از یارانش به نام محمد علی زنوزی در 28 شعبان 1266 اعدام کردند. در برخی از منابع ذکر شده که باب رو پیش از قتل در مجلسی حاضر کردند و وی وقتی ادعاهای خود رو تکرار کرد حکم به قتلش دادند. نویسنده بابی بر اونه که حکم قتل علی محمد رو امیر کبیر بدون اجازه شاه صادر کرد. نارضایتی ها و اعتراضات پیروان بابی قیام و آشوب مسلحانه ای رو در خراسان، مازندران، فارس، زنجان و دیگر نقاط پدید آورد. دولت مرکزی هم به ناچار دست به مقابله زد و پس از چندین جنگ خونین سران بابی سرکوب و عده زیادی کشته شدند. شاید مهمترین اجتماع بابیان پس از دستگیری علی محمد باب و انتقال وی به چهریق قضیه بدشت بوده. در رابطه با واقعه بدشت باید گفت که در این ماجرا گروهی از پیروان حلقه اولیه باب به سرکردگی افرادی مانند میرزا حسین علی نوری، محمد علی بارفروش و فاطمه برقانی برای آزادسازی باب عازم ماکو شدند تا با تبلیغ برای وی بتونند مردم رو علیه حکومت شورانده و حکم آزادی باب رو بگیرند. در این مسیر این افراد به محلی به نام بدشت رسیدند.
در بدشت صحبت‌های این سه سرکرده موجبات بدگمانی برخی از پیروان اونها رو فراهم آورد. در همین محل اونها القاب خود رو هم انتخاب کردند. بارفروش ملقب به قدوس، میرزا حسین علی نوری ملقب به بهاءالله و فاطمه برقانی ملقب به طاهره قرة العین شد. در این اجتماعات قرة العین برای پیشبرد اهدافی که در سر داشت و برای ایمن ماندن از خطر سوء قصد از سوی حامیان محمد تقی برقانی معروف به شهید سالس، تصمیم به نسخ شریعت اسلام گرفت. روزی که طاهره تصمیم به اعلان این تصمیم و انتصاب اون به باب گرفت، جلسه ای تشکیل داد و از پشت پرده برای هزار سخنرانی کرد. ناگهان در میان بهت همگان پرده با اشاره خود طاهره کنار رفت و قرة العین با لباسی فاخر و زینتی، با سری برهنه و آرایش شده جلوی چشم مردان مرید علی محمد باب ظاهر شد. این صحنه چنان موجب حیرت و خشم عده‌ای شد که فریاد کنان و به این باور که مرتد شدند مجلس رو ترک کردند و دیگر ماجرای قیام باب رو پیگیری نکردند. طاهره برای تحریک بیشتر عده‌ای که باقی مونده بودند به میان جمعیت اومد و به قدم زدن در میان اونها مشغول شد. وقتی که خبر این اتفاق به گوش پیروان باب که در بدشت حاضر نبودند رسید، همگی رأی به ارتداد اونها دادند و از اونها براءت جستند، اما حسین علی و طاهره به مسیر خود ادامه دادند. حسین علی نوری بعدها از همین واقعه بهره برد و جریان بهائیت رو شکل داد. پس از اعدام علی محمد باب، سرکوب شدیدتری نسبت به بابی ها اعمال شد و بسیاری از سران اونها هم به قتل رسیدند. تعدادی هم در این جریان به بغداد فرار کردند که از معروفترین اونها میشه به میرزا یحیای نوری معروف به صبح ازل و میرزا حسین علی نوری ملقب به بهاءالله اشاره کرد. میرزا یحیای که به گفته برخی از بابیان به عنوان وصی از سوی علی محمد باب منصوب شده بود، تا ابواب جدیدی به کتاب بیان علی محمد بیفزاد در بغداد دستگاهی به وجود آورد و 10 سال در اونجا به ریاست و دعوت پرداخت، اما قالب امور توسط برادر وی حسین علی اداره می شد. در این زمان تعدادی از بابیان ادعا کردند که من یظهره الله هستند که باب بشارت ظهور اونها رو داده بود. از اون سو نزاع‌های میان مسلمانان و بابیان در بغداد موجب شد دولت عثمانی صبح ازل و بابیه رو به استانبول و سپس به ادرنه روانه کنه که 5 سال در اونجا موندن. در این دوره میرزا حسین علی خود رو من یظهره الله خوند و از برادر جدا شد و دستگاهی جدید به وجود آورد که بسیاری از بابیان به وی گرایش پیدا کردند و به فرقه بهائیت معروف شد. در بخش پایانی پادکست قصد داریم به صورت کلی عقاید فرقه بابیه رو بررسی کنیم. عقاید بابیه رو میشه در 2 حوزه اصول و فروع مورد بحث قرار داد. در حوزه اصول دین، عقاید بابیه بدین شکله: 1. معاد. باب با توجه به شماره حروف نام خود و کلمه رب، خود رو رب الاعلا نامید و ادعای ربوبیت و الوهیت کرد. 2. نبوت. باب که به پیروی از بنیانگذاران شیخیه فیض الهی رو در هدایت خلق تعطیل بردار نمیدونست، خود رو مؤسس دوره جدید نبوت میدونست. 3. معاد. علی محمد باب همواره معاد، قیامت و مباحث مربوط به اون رو تعویل میکرد. وی در کتاب بیان میگفت با آمدن من قیامت اسلام برپا شد و من تا زنده ام روز قیامت اسلام باقی است. به گفته باب منظور از قیام مردگان بیداری روحانی افرادی که در قبرهای نادانی و غفلت به خواب رفتند. روز جزا هم به عقیده وی روز ظهور مظهر جدید و بهشت عبارت است از شادی و سرور معرفت و محبت الله و جهنم هم محرومیت از عرفان الهی. 4. مهدویت.
باب ابتدا خود رو باب و ذکر امام زمان می دونست، اما بعدها در کتاب دلائل سبعه به صراحت ادعای مهدویت کرد. حتی برخی از پیروان علی محمد هم در مقطعی عبارت اشهد و ان علی محمد بقیت الله رو در اذان خود قرار دادن. در حوزه فروع دین و احکام هم میشه به این باورهای بابیه اشاره کرد. 1. عدم جواز تدریس کتابی غیر از بیان. علی محمد باب در عبارت لا یجوز تدریس فی کتب غیر البیان دستور داده بود که تدریس و تحصیل همه کتب غیر از کتاب بیان وی به هیچ عنوان جائز نیست. باب همچنین معتقد بود که هر کتاب علمی باید نابود بشه مگر اینکه در ترویج امر وی باشه. 2. قتل غیر مؤمنین. باب دستور داده بود هرگاه از پیروان کسی به سلطنت رسید، احدی را غیر از مؤمنین به باب روی زمین نگذارد. 3. ازدیاد نسل از هر طریقی. باب می گفت اگر کسی نتوانست همسر خود را باردار کند، اذن دهد که از دیگری باردار شود، مشروط به آنکه شخص ثالث ایمان به باب داشته باشد. 4. همه چیز پاک است به جز منکرین باب. نماز جماعت هم به عقیده بابی حرامه، فقط در مورد نماز میت، اما در همون جا هم شخص باید قصد فرادا کنه. در آیین بابی هم روز 19 روزه که 19 ماه اونها واجبه و عید فطر هم همون عید نوروزه. علی محمد باب در طول عمر خود آثار مختلفی از جمله بیان فارسی، بیان عربی، لوح هیکل، دلائل سبعه، تفسیر سوره یوسف و تفسیر سوره والعصر نوشت که از آثار مهم بابی است. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، حمایت یادتون نره و اون رو برای دوستانتون شیر کنید. ضمناً میتونید در بخش دیسکریپشن یا توضیحات منابع این ویدیو رو به صورت کامل ببینید و اگه دوست داشتید سایر پادکست های چنل خودتون رو هم ببینید و نظرات خوبتون رو برام